کارتون جادوگر شهر عذر رو یادتونه؟ اون بخشیش که دوروتی تصمیم میگیره عینک رو از روی چشماش برداره که ببینه چی میشه، اون بخش مورد علاقه منه. خیلی اون تیکه از داستان رو دوست دارم. جادوگری که کسی از نزدیک ندیده بود و فقط صدای پر ابهتش شنیده میشد، از پشت پرده به همه دستور میداد که باید همه عمرشون عینکای خاصی به چشمشون بزنن، وگرنه درخشش رنگ سبز زمردین شهر اوز به چشمشون آسیب میزنه. هیچ کسی از ترس جرأت نداشت حتی یه لحظه اون عینک رو کنار بزنه. عینکی که در واقع لنزهای سبز رنگ داشت و باعث میشد همه چیز به رنگ سبز به نظر بیاد. اما دوروتی تصمیم گرفت عینک رو از روی چشمش برداره تا ببینه چی میشه. و این دوروتی بود که فهمید جادوگری که به ابهت معروفه یه مرد کوتوله ضعیفه و از پشت پرده صحبت میکنه تا کسی متوجه ضعفش نشه. و اون عینک ها صرفا باعث میشدن همه آدم ها همه چیز رو به رنگ سبز ببینن و عینک زدن توی سلامت مردم شهر هیچ تأثیری نداشت و ازشون در برابر هیچ چیزی محافظت نمیکرد. داشتم فکر میکردم یکی از اون عینکای سبز رنگی که بیشترمون به چشمامون میزنیم و تصور میکنیم برای حفاظت از خودمونه، عینک رقابت با دیگرانه. رقابت با دیگران چیزیه که از کودکی بهمون آموزش دادم. پدر، مادر، مدرسه، جامعه همه تلاش کردن این عینک رو به زور روی چشمامون نگه دارم. اونقدر که دیگه ما هم پذیرفتیم اگه در حال رقابت با دیگران نباشیم حتما آسیب جدی میبینیم. در حالی که قضیه دقیقا برعکسه و این رقابت با دیگرانه که بهمون آسیب میزنه. رقابت با دیگرانه که آرامش رو ازمون میگیره و ذهنمون رو درگیر میکنه. رقابت با دیگرانه که بهمون حس حقارت و بدبختی میده. اما متوجه نیستیم. اونقدر با حس رقابت زندگی کردیم که دیگه اونو به عنوان بخشی از هویتمون پذیرفتیم. رقابت با دیگران مثل افساریه که به اسب می‌بندن. باهاش میتونن به هر جهتی که میخوان بکشوننش. تا وقتی افسار رقابت رو دور گردنمون نگه داریم، هر شخص، گروه یا رسانه‌ای میتونه ما رو به هر سمتی که خواست بکشونه و مجبورمون کنه چیز خاصی رو بخریم و تصور کنیم اگه نخریم از دیگران عقب میافتیم. کار خاصی انجام بدیم که اگه انجامش ندیم از رقابت با دیگران عقب میافتیم. یا سبک خاصی رو برای زندگی انتخاب کنیم که اگه نکنیم عقب میافتیم. تا وقتی عینک رقابت به چشم هامونه، کل دنیا رو محل دویدن میبینیم و توهم برمون میداره که اگه یه لحظه از دویدن دست برداریم عقب میفتیم. میدویم و میدویم و میدویم اما نمیرسیم، چون چیزی که برای رسیدن بهش تلاش میکنیم یه سرابه. هر چقدر که فکر کنیم نزدیکتر شدیم، در واقع داریم دورتر میشیم. اما لحظه‌ای که تصمیم بگیرید افسار رقابت یا عینک رقابت رو کنار بذارید، اولش حتما دچار ترس میشید که نکنه اون آسیبی که یه عمری ازش هراس داشتید رخ بده. همه ی افسار به گردنها و عینک به چشمها به سراغتون میان تا بهتون بگن نکن این کارو، اشتباهه. دوباره اون افسار رو بذار گردنت، عینک رو بزن به چشمت تا دیر نشده. اما اگه یه مقداری صبر کنید، اون حس آرامش، رضایت و شعفی که یه عمری به دنبالش بودید به سراغتون میاد. لحظه‌ای که تصمیم میگیرید رقابت با دیگران رو کنار بذارید و از دویدن دست بردارید، هزاران اتفاق دیگه هم براتون رخ میده. رقابت با دیگران یه توهمه. توهمی که ریشه در یه توهم دیگه به اسم منیت داره. اینکه فکر کنیم خیلی مهمیم، خیلی خاصیم. برعکسش این نیست که ما بی اهمیتیم، نه. برعکسش اینه که ما هستیم، فقط هستیم. هممون هستیم. این حقیقت ماجراست. وقتی خودمون رو خیلی مهم و خیلی خاص ندونیم و
وقتی بفهمیم چیزی به اسم کامل و بی‌نقص وجود نداره، از رقابت با دیگران دست برمی‌داریم. و وقتی از رقابت با دیگران دست برداریم، آرامش به سراغمون میاد. وقتی در حال رقابت با دیگران نباشیم، دچار استرس و دلهوره نمیشیم و ترسی به سراغمون نمیاد، چون سعی در اثبات چیزی به کسی نداریم. مثلا سعی نمی کنیم که به کسی ثابت کنیم بی عیب و نقصیم. طمع نمی کنیم، عجله هم نداریم، چون می دونیم همون جایی هستیم که باید باشیم، یا بهتر بگم همون جایی هستیم که الان در توانمون هست که باشیم. دست برداشتن از رقابت به این معنی نیست که برای بهتر بودن تلاش نکنیم، صرفا به این معنی است که تلاش ما برای بهتر شدن به خاطر خودمونه، نه به خاطر اینکه چیزی رو به کسی اثبات کنیم یا همردیف فرد خاصی باشیم. وقتی سعی در اثبات خودمون به کسی نکنیم، از اشتباه کردن نمی ترسیم، از بلد نبودن چیزی وحشت نداریم، تلاش نمی کنیم خودمون رو بی عیب و نقص جلوه بدیم. در یک کلام، به آرامش می رسیم. وقتی به آرامش برسیم، ذهنمون هم آروم میشه، حافظمون هم بهتر کار میکنه. وقتی برای خودمون به خاطر خودمون زبان یاد بگیریم، زمانهایی که موقع مکالمه کردن یه لغت رو به یاد میاریم یا یه دستور گرامری رو درست به کار میبریم، خوشحال میشیم. زمانی که لغتی رو فراموش کردیم، فقط متوجه میشیم که نیاز به تمرین یا تمرکز بیشتر داریم. همین. چون میدونیم که حس منفی ضعف فقط زمانی بهمون دست میده که سعی میکنیم قدرتمون رو به نمایش بذاریم. حالا این قدرت میتونه قدرتمون در استفاده از مهارت زبانی هم باشه. اگه در یادگیری زبان انگلیسی رقابتی با کسی نداشته باشیم، تلاش نمی کنیم قدرتمند بودنمون رو در استفاده از مهارت زبانیمون به اثبات برسونیم. و اگه تلاش نکنیم برای اثبات چیزی، احساس ضعف هم به سراغمون نمیاد. دلیل شما برای یادگیری زبان انگلیسی چیه؟ سعی می کنید با کسی رقابت کنید؟ می خواید چیزی رو به کسی ثابت کنید؟ یا برای خودتونه که دارید یاد می گیرید؟ من آزاده مبشر هستم، مترجم و مدرس زبان انگلیسی عمومی و آیلتس. برای اطلاع از پکیج‌های آموزشیم میتونید وارد وبسایت با آدرس perfectyourenglish.net بشید. متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید یا گوش دادید.